برداریه. خوب هیچ کی سر کارش نیست. آقا منوج، آقای کابوسی، جوار کنید. آقا منوچهر چی خوابیدی آقا منوچهر؟ نه خوابیدم آقا، من دارم اینجا تمیز میکنم زیر میز آقای رئیس. چی میز میکنی؟ بوده تمیز کنم. آقا منوچهر اتفاقی نیفتادی که ببینم. آقا فریدون ول کن دیگه، تو رو خدا چیز نکن، اذیت نکن دیگه. محمد آقا اذیتت نمیکنم که. فریدون کیه؟ من فریدم. اتفاقی افتاد آقا منوچهر؟ نه چطور مگه؟ خوابیده بودی عیسا، من ببینم حالت خوبه؟ خب چرا مگه؟ حالم چه بوده؟ چی شده مگه؟ همچین میزون نیستی آقا من؟ نه، داشتم اینجا رو تمیز میکردم. فرید جان. بله آقا. چی میخواستم بهت بگم؟ گفتید فرید جان. راجع به این تراکم مقاله رو نوشتی؟ بله ما، بله، اینجا هستش، خلاصش اینجاست. خب اینو یه لطفی بکن. بله ما، توجه نکرد که شد، یه لطفی بکن قبل از این که بره برای چاپ، بده من یه نگاهش بکنم، یه مطالعه بکنم. توجه نکرد که شد، یه نگاهش بکنم قبل از چاپ. توجه کردم. برو بید دایی جان، مخلصی باز میگه دایی جان. حواسم نبود، باز گفتم بله. دیگه جوابتو نمیدم، بگی دایی جان دیگه محلت نمیذارم. اینو از تو مخت باید بیرون کنی، بپرون بره. دایی جان بی دایی جان، دایی نداریم اینجا. چش دایی جان، بله. باز میگه دایی جان، ببخشید نمیگیرم از ادا، نگاهت نمی کنم. بگی دایی جان، ببخش آقای کابوسی جان. بله بده به من، لطف کنید مقاله رو نگاه کنید. البته بگو دایی جان. با کی حرف میزنی؟ با کی حرف میزدی؟ ببخشی یا نگاهی نهیدم دو دوید اومدی؟ اون نامه محرمانه ارشاد رو تایپ کردید خانم دلیخون یا نه؟ بله الان میرم خدمتتون. پس کو؟ ما نامه ای نهیدیم که تایپ شده بیارید لطفا. آخه هنوز یک کوچولوش مونده. خیلی تایپ که شد بیارید، اگه شده بیارید، اگه نشده هم تایپ کنید بیارید برام. منوچهر گوشیش پیداش نیست؟ نهیدیش؟ هم دورو برا نهیدیش میگم؟ اومده اصلا؟ بله همین دورو برا. پس باید باشه اینجا. بله. اگر اخبار رو به منزل تلفن زدید به خواهر جانتون، یعنی خانم بنده، گزارشات رو دادید، اخبار رو دادید، همه رو گفتید، دستتون که؟ نه دستتون خالی شد، لطف بفرمایید به منوچهر بفرمایید که یه چایی واسه ما بیاره، این گلومون خوش شد. گلوم چی؟ به قولی بچه ها گفتنی خشکیده. پس یه چایی بگید واسه ما بیارن. چشم. لطفا. چشم. آقا منوچه، آقا منوچه، آقا منوچه، آقا منوچه، خوابیدی؟ جان چی شده؟ چرا اتفاقی افتاده؟ منم چرا آدم اینجوری صدا میزنی صبح اول صبح؟ صبح اول صبح؟ آخه من چرا ساعت 11 است؟ بیدار شین. مریضین؟ کسالت داری؟ کسالت چیه؟ برای چی آدم میگه؟ چرا واسه آدم حرف در میاری؟ حالا چی شده مگه؟ هیچی بابا، آقای کابوسی چای میخوان، گلوشون خشکیده. گلوشون خشکیده؟ هم به چیزایی نشدیده؟ بفرمین چایی. دست شما درد نکنه آقا منو که هر نیم ساعت به نیم ساعت به من چایی رو برسون. امروز نمیدونم چرا این گلوی مای خوش میشه. چیه؟ شما مرا گذاشین سر کار. قربان اگه به فکر ما نیستید اقلا به فکر خودتون باشید.
بگی چی؟ چه بدبختی گرفتار شدیم بابا. چی میگی تو؟ یه روب نیم ساعت شد. چی شده آقا منوچهر؟ باز شاکی چی شده؟ قیافت چرا انقدر خسته است؟ چه بدبختی. چه بدبختی؟ گر طبیب بودی سر خود دوا نمودی. مرد حسابی برو به کار عکاسی و این چیزای خودت بس. به دکتری و پزشکی چی کار داری تو؟ همه شدن واسه ما حکیم باشی. شد آقا مایی تو فکری؟ عکسی که من با هنرمندی و خلاقیت گرفتم داری خودتو باش باد میزنی؟ آخه واقعا معذرت میخوام. قرار شد اینو قابش کنیم با البته فرید گفت بذاریمش بالای سماور تو ابدا کنه. اولا بهتر ایده میدادی، خیلی بد ایده بدی میدی. بچه‌ها به جای این کارا بیایم بشینیم فکر کنیم با چی کار کنیم. آقا منوچهر جیدن داره خیلی چرت میزنه، بعد نگید من نگفتم ها. من بگم، من فکر کنم معتاد شده. خانم دلیخون حالا یکمی کم خوابی داره معتاد شده. بابا چرا تهمت میزنی؟ بابا شاید تفرکی مشکل چیزی داره بنده خدا. مشکل چه ربطی به خواب داره؟ هر کس مشکل داره میگیره میخوابه. چه ربطی دارن اینا با هم دیگه؟ بابا جون خب تو این دنیا همه چی به همه چی ربط داره. بله. نه بابا. والله من که گفتم. من فکرم آقا منوچهر معتاد شده. خانم دلیخون باز میگی معتاد شده. بابا آقا منوچه اصلا کجاش به معتاد میخوره؟ قد رعنا، صورت گل انداخته، لبای قرمز، دندونای سفید. بابا یون شوخی نکن بابا، شاید این تفلکی با خانومتش حرفش شده. اونم با لگت پرتش کردن تو خونه بیرون. شبا جان با لگت، شبا جان نداره اونه که بخوابی صبح میاد تو دفتر میخواب. تفلی آقا منوچه، خب چرا انداختنش بیرون؟ ای خانم دلیخون باز میگین چرا انداختنش بیرون؟ رامین گفتش که شاید از خونه انداختنش بیرون. بابا این مشکلش کم خوابیه فقط. بچه اینقدر شلوغش نکنیم بابا جون، اینقدر شلوغش نکنیم. بیاییم فکر کنیم ببینیم واقعیت قضیه چیه. واسه چی اینقدر میگیره چرت میزنه یه آدمی که این بچه گربه میپرید این ور اون ور؟ حالا چی شده یه دمه دقیقه چرت میزنه؟ من میگم که چیزه، بریم از خودش بپرسیم تپلک. شاید کاری از دستون بر بیاد درش بکنیم میگه. ولی شوخی نه. نه آقای رحمتی، شاید دوست نداشته باشه کسی تو زندگی خصوصیش دخالت کنه. نه درست نیست. منم میگم درست نیستش این کار. ببین فرید، من میگم که چیز کنیم، یه مدتی زیر نظر بگیریمش. ها زیر نظر بد نیست. اگر همونطوری که خانم دلیخون گفتش که معتاد شده باشه، من فکر میکنم این بهترین روشیه که ما زیر نظر بگیریم ایش، ببینیم که قضیه از چه قراره. به نظرتون کی زیر نظر بگیره توید منو چرا؟ همون که پیشنهاد داد دیگه. کی پیشنهاد داد؟ به تو میاد اصلا امایون. سلام امید. سلام آقا امایون، خوبی؟ حالت چطوره؟ از این بهتر نمیشه آقا امایون. آز خوبه؟ میزونی؟ خوبه. میزون. ببین همیچون یه چیزی میخواستم بهت بگم. دوست داری روزی 500 تومن کاسه بشی؟ نه. نه؟ نه. چرا نداره که من نون بازرومو میخورم. تا حالا از بابام پول مفت نگرفتم، چه برسه از مردم. مرد حسابی، من که نمیگم همینجوری بیا 500 تومن روزی بهت میدم که. تو برای من کار میکنی، منم بهت پول میدم، تو میشی استخدام من. من برات کار نمی کنم. من اینجا درآمدم خیلی بیشتر از این حرفاست آقای همایون خان. 500 تومن چیه؟ پولتو نگه دار بذار تو جیبت، بالاخره لازمت میشه. میدونی که چی میگم؟ منم این کارا نمی کنم واسه کسی. بله. باشه، حالا که من خواستم یه کمکی کرده باشم بهت، گفتم شاید نیاز داشته باشی. حالا که اینطوره پس دیگه هیچی دیگه. خب حالا من برم. کارتو بگو. کارتو بگو. تو که گفتی که درآمدم بیشتر از این حرفاست و به این پولا نیازی ندارم و پولتو بذار برای خودتو. از این حرفا که نه اصلا، من نمیخوام جسارت کنم که قربان. من بی احترامی میکنم به شما، چون خیلی با شخصیت. جرأت نداری آقا، خیلی مرد با شخصیتی هستی. من فقط گفتم بدونم چیه. بالاخره 500 تومن میشه 600 تومن 700 تومن، بالاخره یه خورده این ورمور میشه با هم معامله رو بالاخره جوش. پس می‌خواستی قیمت رو ببری بالا؟ نه بالاخره ببینم کار چی است. بالاخره کار خیلی ساده است. خب همینجور هستم. کار فوق‌العاده ساده است، هیچ مشکلی هم نداره. آرومه. فقط می‌دونی چی کار باید بکنی.
موقعی که بعد از اونا دفتر تعطیل شد گروبا تو چیکار میکنی؟ دنبال آقا منوچهر میکنی؟ آقا منوچهر رو تعقیب میکنی؟ یه ساعت وقت تو میذاری ببینی کجا میره، با کیا حرف میزنه، چیکار میکنه، کیا رو میبینه، از اینجور چیزا دیگه. زاغلیاشو چوب بزنم دیگه. آره نه خیر من نیستم. چرا؟ چرا نداره که؟ اصلا اومدی رچی از قیافت فهمیدن فکرت پلیده مرد حسابی. از کجا فهمیدی؟ از کجا فهمیدی نداره، هر روز میای اینجا رد میشی یه سلام به من نمیکنی. امروز اومدی دو ساعت اینجا وایسادی تو چشام نگاه کردی، سلامم بهت نکردم، سلام آقا نمیدونم حمید گل و فلان و بسار تعظیمم کردی، یه رد میشدی هر روز یه سلام بکن، همیشه فکر آینده تو بکن. من باید به تو سلام کنم؟ بزرگتری گفتن، کوچکتری گفتن، من از اینجا رد میشم من باید به تو سلام کنم یا تو باید به من سلام کنی؟ باشه گوش منو میگیری دیگه، حالا من به آقا منوچهر میگم همه چی معلوم میشه، کی بزرگتره، کی کوچکتره، کی زود سلام کنه، کی دیر سلام کنه، بالاخره معلوم میشه. بزرگتره باهاش مشورت میکنم توضیح میده ها. خب چون مرد تو که با هم رفیقی، من شوخی کردم، این گوشت هم گرفتم شوخی باد کردم، تو عاقلی من میدونم تو نمیری بگی شوخی رو. حالا من سعی میکنم، من سعی میکنم از یادم بره این صحبتهای شما با آقا منوچهر چیزی نگم، ولی یهویی دیدید یادم نرفت دیگه، بالاخره بهش گفتم. نه نشد. حالا اگه دوست داری باشه. نشد. یا چیپسو بخر از من. اه برای چی؟ چیپس نمیخوام که. خب دیگه پس من برم پلو آقا منوچهر. نه برای چی؟ گفتیم که ما با هم رفیقیم. چیپس دیگه. چنده؟ 250 ارزون. غذای مورد علاقت فرید بفرمایید. فسنجون اصلا نیستم فسنجون الهام. فرید جواب من امروز دو ساعت مامانم رو نگه داشتم اینجا تو واسه فسنجون درست کنه، تو که انقدر دوست داشتی گردو نزدی که، فندق زدی توش خورد کردی. نه خیر گردو هم داره، بیا بخور، بیا واسه بریزم بودو. الهام من میخوام دارم اصلا نمیتونم فسنجون، دوست ندارم. فرید اصلا درد نکن، اصلا اشتها ندارم، اینجا یه خورده کت ماست میخورم خوبه. فرید تو چیزیت شده؟ نه خوبم. حالت خوبه؟ مطمئنی؟ فرید از خواهش میکنم چیزی رو از من قایم نکنی. ببین بالاخره من تو زن و شوهریم، شریک زندگی همیم، اگه چیزی شده به من بگو. چرا گریه میکنی الان؟ داره چیزی... گریه. نه گریه نکن، چیزی نشده، اتفاقی نیفتاده. پس فقط من واقعا معذرت میخوام، ولی آقا منوچهر، آقا منوچهر چی شده؟ ببخشید واقعا من معذرت میخوام، آقا منوچهر معتاد شده. فرید وای بیچاره آقا منوچهر بدبخت، بیچاره زن و بچهش معتاد شده. زن و بچه نداره که آقا منوچهر. وای بیچاره خودش رسما معتاد شده فرید. ای داد بیداد، حالا چی کار میکنی؟ چی دیگه، باید بیخورده کمکش کنیم که از این منجلاب کثیف اعتیاد بیاد بیرون. فرید تو کمکش نکن، یه موقع تو معتاد نشی. یعنی چی الان؟ یعنی چی باید کمکش کنیم از اعتیاد رها پیدا کنه؟ خیلی خوب کمکش بکن، ولی خیلی با دقت و با مواظبت، تو رو خدا یه وقت تو معتاد نشی. فرید من چی کار کنم اگه تو معتاد شی؟ مگه میخواییم بمب اتم منفجر کنیم؟ میخواییم کمکش کنیم؟ منم اصلا استعداد معتادی ندارم الهام جون، خیلی ها سعی کرده بودن دوره جوانیم منو از راه بدر کنم ولی موفق نشدم به خاطر تواناییی که در بدنم موجود هستم. مطمئنی؟ آره من معتاد نمیشم تو خیالت راحت. خیلی خوب پس کمکش میکنی؟ آره دیگه باید همگی همت کنیم که کمکش کنیم، خیلی نگرانشم واقعا، دل نگرانم. فرید ولی مواظب باش. خب حتما پس بیا وسط فسنجون. نمیخورم فسنجون. بیا بخور، بیا بخور، بیا جون بگیری بخور. میگم من لاجونم که جون بگیرم، میخورم، میخوام رژیم بگیرم الان. خیلی خوب اینم از اینو. کابوسی الان میام، چای میارم الان. کابوسی مقالتو نوشتی؟ تموم شو؟ قشنگ شو؟ کابوسی؟ یک کابوسی؟ چیه خانم؟ چرت میزنی؟ نه چرت چیه؟ پس چی؟ مقاله چی شو؟ نوشتی؟
مقاله می‌نویسم خانم، می‌نویسم. ایفا به جایی که مقاله بنویسی تو داری چرت می‌زنی. قولی نشده هنوز که می‌نویسم خانم. مگه چته که چرت می‌زنی؟ خستگی خانم، خستگی مفرط، کار، کار دفتر، کش. چه حرفا؟ این وقت چرت زدنه؟ ضمناً وقتی که انسان تو خونش آرامش کامل برقرار بشه، آرامش کامل باعث میشه آدم چی؟ به قول بچه‌ها گفتنی؟ برید چورت. یعنی چی؟ یعنی این نشونه سلامتی خانم، نشونه سلامتی خانواده. حرفایی میزنی کابوسیا، یعنی همه آدمایی که چورت میزنن زیادی سالمه؟ البته کهولت هم باعثش میشه خانم نایب خانم. کهولت میدونید یعنی چی؟ یعنی پا گذاشتن تو سن. مگه این همه پیر مرد و پیر زن نمیبینی روزا تو پارک میشینن همه چرت میزنن؟ کار من یکی ببینم تو چه چرت زنی پری روز تو همین امروز چرت نمیزدی یهو پا گذاشتی تو سن؟ آره دیگه، پا گذاشتن به سن یهو انجام میشه. شما میذاری حالا ببین با خدا اون روز نیاره. یهو میگن یاروش پا به سن گذاشت شد 70-80 و خدا نه خدا نه پا به سن گذاشتن یهو دیگه. نه نمیخواد یهو باشه، بیشتر چرت بزنم جلو تو. کهولت هم هست البته، کهولت آرامش زندگی، آرامش نسبی تو زندگی همه چرت میزنم. من قرار نبود من نگفتم خیلی مهمه باید بنویسم، واجبه حتما بعد این کار انجام بدم امشب. پس چی شد؟ مینویسم خانم. چش شما اجازه بدید من یه چرت بزنم. چش مینویسم، یعنی چرت که نه هستم در خدمتتون. مینویسم. خیلی ممنون، لطف داری، لطف میکنی در خدمت ما. نایت خانم. بله سلامت باشی. مینویسم. از سلامت زیاده. مینویسم. مینویسم دیگه، شما توجه نکنید. تفلکی آقا منوچهر، فرید میگه از صبح که میاد تو دفتر چرت میزنه تا موقعی که میخواد بره. بیچاره فرید میگه معتاد شده. الهام ها، کابوسی هم دو روز همش چرت میزنه. خب نکنه یه وقت آخه کی فکرشو میکرد منوچهر ها؟ ماما آخه این حرفا چیه میزنی؟ آخه کابوسی رو چه به این حرفا بیچاره؟ تو اینو به من بگو، اصلا فکر میکردی یه روزی منوچهر معتاد بشه؟ نه واقعا نه، عجب زمونه ای شده مامانا، آدم به هیچ کی نمیتونه اطمینان کنه. میگم که میدونی چیکار میکنم؟ ها به کاووسی میگم که باید اخراجش کنی ببینم چی میگه. نه مامان این خیلی بی‌انصافیه، طفلک آقا منوچهر حالا تو این هیریویری که معتاد شده اخراجش هم بکنن. به نظر من ما الان باید با آقا منوچهر کمک کنیم، باید کمکش کنیم از این مخمصه نجاتش بدیم. نمیخواد کمکش کنی، تو برو کمک فرید کن، حواست به فرید باشه. من یه زنگ به کابوسی بزنم. الان دقیقاً دو روزه که از سر کار که تعطیل میشه میره توی یه دونه پارکینگ. هر خبری تو همون پارکینگه. آقا رامین به نظر من دیگه نباید معطل کنیم و همگی بریزیم توی پارکینگ و یه تصفیه حساب ناز بکنیم و پدر همش رو در بیاریم. باید یکم سب کنیم، اول باید ببینیم چیا با آقا منوچهر مواد میدن، بعدا یه خودو میبندیمش به تخت، ترکش میدیم یا نه تعبیرش میدیم اونا ترکش بدن. جانم سلام، بفرمی. گفتم که چشم دستور شما لازم الاجراست، انجام میدم حتما. چی؟ همین الان؟ ای بابا خیلی خوب، چیکار کنم به نظر شما؟ خب شما
نه نه بگو شما دیکته کنید به من، من بنویسم بدم بهش. بفرمایید. اجازه بدید، اجازه بدید. بفرمایید. آقای منوچهر سلطان آبادی، بله، فرزند اکبر، از این تاریخ، بله، خواهید شد، بله. یعنی تمام عنایت خانم؟ چشم، این فرمایشات شما رو نوشتم، الانم صداش میکنم، چشم، قربانش، خواهش میکنم. منوچ، منوچه، بیا بینم. هلو. آقای منوچهر سلطان آبادی، فرزند اکبر، بله. سن 50 ساله، بله. شما از این تاریخ از دفتر هفته نامه شهر قشنگ اخراجید. یعنی چجوری واسط بگم، اخراجتون کردند. تمام. چی؟ اخراج؟ چی من اخراج؟ به دلیل خیلی از مسائل، مسائل عدیده‌ای که وجود داره، نمیتونم اسم اون فرد رو الان بیارم، ولی به هر حال اینجوری واسه خودت مجسم کن که اون فرد آدم کوچیکی نیست، آدم کمی نیست، خیلی بزرگه. نه آقای کابوسی، این آقای خیلی مهمه، بالاخره نمیگه من برای چی اخراجم. مگه چیکار کردم که من اخراجم؟ بگید اینو. دقیق نمیدونم منو جان، ولی اونطوری که میگن و خودت هم شاید اطلاع داری، به دلیل کمکاری، انجام ندادن وظایف محوله، نمیدونم چای دیر آوردن، کسی بودن استکان نلبیکی، نمیدونم درگیری با همکارات و دفتر هفته نامه، درگیری زیاد و هر روز هر روز و و و و و و طبق آخرین خبر واصله که یه جورایی هم به خود من مربوط میشه، چرت زدن سر کار. این اصلا مهمتره. ده. بله، این آخرین خبر خیلی مهمه، چرت زدن. زینه آقا، شما تا حالا به ما نگفته بودین که اینجا یه زیراب زنم داریم. منی که شب تا صبح بیدار بودم، صبح اومدم اینجا سر کار، میشه که خوابم نبره؟ ولی کارمو که انجام دادم. منو چرا، من نمیدونم، از این حرفا نزن، خوشم نمیاد. ما اصلا اینجا زیرابزن نداریم، خودت میدونی. این حرف من اصلا خوشم نمیاد، به زبون نیاد. در اصلی خب مرد حسابی، شب میگرفتی میخوابیدی که صبح سر کار چرت نزنی. من مجبور بودی شب بیدار باشی که صبح بخوابی اینجا؟ آقای حرفی میزنی؟ آقای کابوسی، بله، من آخه نه آخه بی آخه، من بیشتر از این منو جا نمیتونم واسه توضیح بدم. تو شرایط منم در نظر بگیر، ای موقعیت منم بسنج، من خودمم در خطرم. بهت میگم دستور از مقامات بالا صادر شده، شوخی بردار نیست، دستور اونا دادن، من ده اجرا میکنم. بفرمایید، بفرمایید. من تازه خودمم در مزان اتهام هستم. بفرمایید.
حرفا که نمیزد، چه چیزا که نمیگفت. من ورزشکارم، کشتیگیرم. ای دل غافل، ای دل غافل که باور کردم حرفاشو. تموم شد؟ تموم شد؟ خانم نهید خانم؟ بله. عزیز من، قلب من، من یک عمره که یه دونه سیگار نکشیدم. شما سیگار دست من دیدی تا حالا؟ شنیدی کابوسی سیگار کشیده باشه؟ من کبریت هنوز نمیدونم دونش چنده. یعنی چی معتادی؟ اعتیاد یعنی چی؟ پس چرا چرت میزنی؟ چرا بی خود انگ به آدم میزنی؟ چرا چرت میزنی؟ عزیزم گفتم من بهت که همه پیر پاتالا چرت میزنن. پا به سن میذاره آدم. امروزم که میبینی هوا گرمه. یهو دو روزه آدم پا به سن میذاره، هی میشینه چرت میزنه، هی میشینه این بعد چرت میزنه. خب این کمر دردتو بهونه میکنی، هی قرص میخوری، چای میخوری چرت میزنی، قرص میخوری، چای میخوری چرت میزنی. خب من نگرانم آخه. تنت خورده به تنه منوچه؟ دست شما درد کنه. ای بابا اجازه بده شما، معده که پر شد ماشاءالله، هزار ماشاءالله، با این غذاهای خوشمزه که درست میکنی آدم میخوره معده پر میشه. هوا هم گرمه، رطوبت هم داره، تابستون هم هست، سنگینی کار، کهولت سن، آرامش خونه، همه اینا باعث میشه که آدم حظ کنه تو این خونه. خب چرت میزنم چرت، کهولت بیشتر باعث. کمر من عزیز من، شما دو تا استخون بردار، 60 سال به هم دیگه اینجوری این حالت کمر به هم بسابون، آسیاب کن ببین پودر میشه. 60 سال چدنه بذاری گوشه دیوار پودر میشه. چقدر مگه استخون جون داره؟ چقدر بعد ازش کار کشید؟ اعتیاد یعنی چی؟ منوچهر با من سنخیت داره، سنفیت داره که با من بیزاریش توی یک کپه ترازو. من منوچهر چرا اپنه؟ من اصلا چه کار با اون دارم؟ اگر من میدونستم منوچهر اینجوریه که خیلی زودترها اینجاشو میگرفتم، اینجوری پرتش میکردم بیرون، نمیذاشتم به اونجا بکشه کار. تو فقط اما اوایل بیرونش میکردم. خیلی خوب، برای چی دو روزه فقط چرت میزنی؟ اینه فقط به من بگو. خب آدم چرا دو روزه؟ خب آدم پا به سن میذاره دیگه، گفتم که پا تو سن دو روزه بشتم. پا به سن میذاره. آره دیگه پا تا چی؟ پس بمی کنم باور کنم. حالا واقعا اینجوری گفت یعنی فهم میکنی من به تو دروغ میگم؟ نه درست جون، دیشب باید بودی اونجا و میدیدی که این خواهر گرامتون چه کرد با ما. سر چی؟ اونم سر یه چرت زدن. بعد که خب هوا گرمه، نهار شام هم خورده بودیم، به هر حال رطوبت هوا، کهولت سن. درست جون، درست جون، به هر حال پا به سن گذاشتم. نه من بابا اختیار آرامشکی هم بود. ناهید خانم هم داشت صحبت میکرد، ما یه نرمه همچین یواشکی اومدیم یه چرت بریم. چه کرد آقا تو چرت میزنی، قرار مقاله بنویسی، من نمیتونم با تو زندگی بکنم، چرتی همیشه چی دیگه، هر چی بود بار ما کرد. گفتم خانم اجازه بده، ما کهولت پا به هر پیرمردی که ببینی چرت میزنه. نه نگین درست جون. چیو نگین؟ گفت اونو ننگو، من نگم. نه مطمئن باشین، ماه که پشت در باقی نمیمونه، همه چی روشن میشه. خب ببینم تو خواهر ایشون هستی، خب یه حرفی چیزی بگو یه چیزی بهش، تو که میشناسی بیشتر از من میشناسی. بله من نمیشو بلدم، حالا بهتون میگم بعد چیکار کنین. ولی آقای کاووسی شانس آوردید که ما به موقع رسیدیم. الان بچه‌ها رفتن امروز که کارو یه سره کنن، الان خیلی وقت رفتن، حتما دیگه الان باید پیداشون بشه. آره راستی. اجازه بفرمایید، اینجوری که نمیشه که خون سرد باشید، من خدمتتون عرض میکنم. زود باشید دکمه‌تون. آیه کاووسی، ایشون همون کسی هستن که به منوچهر مواد میدن آقا. بله. مواد مخدر آقا. بله آقا. بله آقای کاووسی، چند روزه این آقا رو زیر نظر داریم. تو خجالت نمیکشی؟ هر روز میره به آقا منوچهر مواد میده. تو به جای اینکه بری پی یه کار سالم و اینجور حرفا، میای به این آقا منوچهر بدبخت مواد میدی؟ این انصافه؟ خجالت نمیکشی؟ خودت دروغ میگی. ما اصلا نمیخوام خلاف چی چه برسه آقا
کراوات فروشی قیافش آخر خلافه نزنش آقا اجازه بدید ساکت باشید ببینم قضیه چیه بگید ببینم چیه قضیه من بگم قضیه چیه تو از کجا میدونی الان فهمیدم دیگه این آقا همون آقاییه که آقا منو چه رو معتاد کرده بعدم همین آقا باعث شده که خواهر من نایید خانم فکر کنن که آقای کاووسی یعنی شما بله خیلی خوب فکر کنن که شما از ایشون تعریف بکنی بر بنده داستان تعریف ما صد دفعه گفتم معتاد شدن و معتاد میکنن این حرفا یعنی چی آقا منو چه دایی منه من هر شب تو پارکینگ میرم برای شام میبرم اون شام نیست مواد اجازه بده ببینم گفتی آقا منو چه کیه شما میشه دایی منه بابا دایی قبول نمیکنم برفم گوش ندادن تو راه دایی دروغ میگه داییش نیست دایی من میدونم حالا هی بگو دایی تو هم دروغ میگه من همین الان زنگ بزنید دایی میاد زهر ما رو دایی کدومتون بودی که این اینم میگه دایی زنگ میزنه پلیس خانم داری خون بله زنگ بزنید ببینید من چرا کدوم گوریه پیداش کنم ببینید بله چش تو چند سالته که تو مواد میری اونم آقا بنده اگه تلفنش هم نداری از این بگیریم اگه تلفنش رو نداری میگه دایی مردش بگیریم دیگه دایی مرد اینجا چرا بیا برو تا خوده من دارم دایی میشه حالا من اجازه بده برای هیچکی بد نکن بد بده چی بگم روزی که رفتم از بیمارستان مادرم مرخص کنم آوردمش خونه دست به جیبم زدم موندم حیرون چه کنیم چاره کنیم چی کار کنیم بلند شدم زدم رفتم اینور اونور هر جا که بگیم گشتم هیچ کاری گیرم نیمد جز یه کار پارکینگ داری شدیم نگهبان شب و تا کله صبح آقا برو بالا بیا پایین بده اینور اونجا پارک کن بزن اونور سویجتو ببر بوغتو بزن دزگیرتو بزن چی کار کن چی کار نکن خلاصه اینه به سایم بستتون اومدیم دیدیم هیچ رای دیگه نداریم صبح باید بیام اینجا دفتر چیکار باید بکنیم چایی بدیم نظافت کنیم اینور برو اونور بیا جواب خرید فروش اینور اونور دیدیم نه نمیتونیم خودمون نگه داریم چپن در چار ما چرت زدیم چجوری بگم بزن اومدم توی این پرگشتن من به اینجا از همتون عذرخواهی بکنم از همتون تشکر کنم که به ما یاری دادیم ما با عزتون مرخص بشیم خدا حافظ شما منوچهر منوچهر خان وایسا کارت دارم بیا من بازگشت مجدد تو به دفتر هفته نامه شهر قشنگ تبریک میگم بهت از طرف همه همکارات و به هر حال این اتفاقی که افتاده برای همه ما ناراحت کننده بود و تو به هفته نامه خودت خوش اومدی اینجا خونه خودته و همیشه میتونی با من دعوت به کار میکنم مجددن از تو و استخدامت میخوام بکنم مجددن افتخار من از طرف همه همکارات که واقعا دوستت دارن عذرخواهی میکنم از تو و به هر حال میدونی من جان این هفته نامه لخته آه در بساط نده کفگیرمون به ته دیگ خورده با بحران رو بگوستیم ولی قصد دارم اگر بشه واسه یه کارایی بکنم اما شرط داره چه شرطی داره؟ شرط و اون شرط و اون شرط آقای کاووسی اینه که من فکر میکنم که همه بچه ها برای اینکه آقا منوچهر برگرد و بیا سر کارش هر شرطی رو که شما بذارید با جون و دل قبول میکنم هر شرطی بذارید هر شرطی و اون شرط این است که من از حقوق تک تک بچه ها یه انقدری کم کنم و بدم منوچهر